الو سلام. سلام بفرمایید. خسته نباشید دکتر. آقای دکتر، من یه خانم 42 ساله هستم، از استرالیا تماس میگیرم. 4 ساله به همراه پسر و همسرم اومدیم اینجا. یه پسر 9 ساله دارم و بیشتر از 10 ساله که با شما و سی دی های شما آشنا هستم. زمانی که دچار افسردگی شده بودم، اولین بار صحبت های شما منو به خودش جلب کرد و سعی کردم توی این چند سال هم برای تربیت پسرم از سیدی های شما کمک بگیرم و خیر همین که بتونم ارتباطاتم رو تو جامعه، محیط کار و خیر مسائل دیگه و شناخت شخصیت خودم و دیگران از اینها استفاده کردم و خیلی بهم کمک کرد. فقط چیزی که الان من به خاطر زنگ زدم اینه که من بعد از اینکه مهاجرت کردم، به قول شما اینجا خودم رو به خودم آوردم و این چون که من توی ایران یه آدم برونگرایی بودم و کار میکردم و همش تمرکزم به بیرون از خودم بود، از بعد از مهاجرت متوجه شدم اینجا من باید با خودم روبرو بشم و مثلا خودم رو ارتقا بدم و چون یه شخصیتی خود میرطلبم هستم و این مسئله در واقع یه جورای با من در تناقضه، خواستم امروز در مورد کودکی خودم و مسیری که توش بزرگ شدم به شما توضیح بدم و شما یه تحلیلی از من داشته باشید که به شناخت خودم بیشتر بهم کمک کنم. شما برن چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟ بله، من یه برادر دوقلو دارم. من و برادرم بچه اول هستیم و یه خواهر 6 سال کوچکتر از خودمون داریم. البته من تو صحبت‌های شما خیلی سرچ کردم، خیلی در مورد دوقلوها خیلی چیزی پیدا نکردم. نه خب مطلب کمی است، برای که اگر 100 تا دوقلوها 90 جور مختلفن عزیز. اولا این که همشکم هستن نیستن، اگر پسر و دختر هستن در چه شرایط و محیطی هستن، امکانات کجاست. فرض کنید در ایران مثلا، فرض کنید اگر پسر و دختران این بسار تو دو تا مدرسه پسران و دختران میرن، جای دیگه نمیرن. خیلی این که به صورت کلی درش بیاری نیست. بلم خب ای پس تا از 100 تا خانواده نمیدونم آمارا یکی دو تا دوقلو باشن و بعدم به دلیل تفاوتشون. حرفتون درسته که من اونقدرها مطلبی ندارم، دوستانی آمدند، ولی حالا الان شما چرا میخواید برید سراغ گذشته؟ شما بگید، چون توضیحاتی دادید برای من خیلی مفهوم نبود، یعنی حدسی میتونم بزنم که میخواستید چه بفرمایید. الان چیزی که شما رو ناراحت میکنه چیه؟ ای لازم شد میریم سراغ چه چیزی شما رو اذیت میکنه، ناراحت میکنه الان یا 5 سال اخیر، 2 سال اخیر؟ خب من توی ایران پرستاری خونده بودم. وقتی اومدم اینجا خب زبانم در حدی نبود که بخوام توی این رشته برم و اینکه توی زمینه‌های دیگه فعالیت کردم که غیر مرتبط بود. و چیزی که من اذیت میکنه اینه که من میخوام خود واقعیم و هویتم رو اینجا پیدا کنم و هر کاری میکنم میبینم باید به خودم برمیگرده، یعنی باید خودم بدون کمک دیگران رو خودم کار کنم تا بتونم به این چیزی که میخوام به چی برسیم. من نمیدونم شما دنبال چی میمید. نه نه سب کنید عزیز، من تو خیابونه ایران راه میرفتم، اومدم افتادم توی استخر یا تو اقیانوس، خب باید شنا یاد بگیرم. خب معلومه راه رفتنم به دردم نمیخوره، معلومه من باید راه و روشم رو عوض کنم، ولی این یه مسئله. بعد شما اصلا چرا ماجرای خودتون براتون مطرح؟ یعنی چی میخواید بفهمید؟ روبرو آینه تش ببرید، خودتون رو میبینید، اخلاق و حالاتون هم میدونید، سر این موضوع خوشحال شدید، اون چیزی بیخودی شما رو غمگین کرد، اینجا هم عصبانی شدید، میخواید چی راجع به خودتون بدونید؟ آخه میخوام ببینم چرا من اینطوری ام، مثلا چرا چجوری نمیرم این اراده رو ندارم، اون پشتکار رو یا خب برای چه کاری؟ برای اینکه بتونم یه هویت جدید پیدا کنم. نه نه هویت که معنی نمیده. نه صبر کنید صبر کنید. نه البته گفتم یه ذره با شما رو حد زد. من به قول شما اولا چیزی به اسم اراده وجود نداره، معنی نداره، برای که توی کاری شما اراده داری کاری نداره، اونو بریزید کنار. من دلم نمیخواد دارم درس بخونم. چرا؟ برای که میزان احتیاج من به اونجا نرسیده که درد عدم توانایی من برای ارضای احتیاجات و نیازها و لذت ارضای احتیاجاتم اگر برم درس بخونم، اینا فاصله شون اونقدر نیست که من رنج بکشم 4 سال برم مدرسه، پس نمیرم. به همین سادگی.
یعنی الان به شما بگن که خونه دوستتون که 20 کیلومتر اونورتره یه مهمونی خوشحالم میشه شما برید، شامونا رو خوبی هم داره، چون 20 کیلومتر نمیارزه، ولی اگر 5 کیلومتر بود میرفت. یعنی ببینید ما تمام مدت داریم مقایسه میکنیم عزیز. شما نگاه کنید به این اصل، احتیاج و نیاز، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، دو چیز رو میسازه، دو چیز اصلی، یکی انگیزه و میل و خواسته رو، یکی هدف رو. بنابراین من وقتی که گرسنه‌ام، من وقتی که از نظر مالی دارم میخواد زندگی خوبی داشته باشم، بعد دارم میخواد که آرامش و امنیت و راحتی داشته باشم، بعد دارم میخواد تو جامعه پذیرفته و پسندیده بشم، به این نتیجه رسیدم باید برم درس بخونم. خب به من میگن درس خوندن درد داره، رنج داره، میگم میارزه، پس من میرم درس بخونم. بیکس دیگه بگو نمیارزه. نه، یعنی این چیزی نیست که شما بخواید خودتون رو بشناسید نشناسید. نه خب الان من این مرحله رو گذروندم، یعنی واقعا نیازش رو احساس کردم. نیاز به چی؟ هر روز دارم به این که برم درس بخونم. خب ببینید، خب ارزش براتون ده نش باشه. شما فکر من برم درس بخونم رنج 10 واحد ببرم، لذت 5 واحد بگیرم، نمیارزه. نمیدونم مقایسه اون عزیزه. چرا شما میرید یه چیزی بخرید میگن 100 دلار، شما میگید نه بابا 60-70 دلار هم حاضر نیستم بدم، نمیارز. برای اگر مثلا 50 دلار خوب خریده بودید. یعنی مسئله کاملا از نظر ذهنی مشخصه چی عزیز. ما برای هر کاری یه مقایسه بین لذت و درد میکنیم، نه اینکه نظر اون حتما درسته یا خوبه، ولی بر مبنای اون تصمیم میگیریم. بنابراین آدمایی هستن که تمام عمرشون هزار دفعه کاری کردن، آدمایی هستن که یک بار اون کارو نکردن. اون آدمایی که این کار رو کردن در مقایسه لذت و درد این رو درست دونستن و انجام دادن، اینا ندیدن. به همین سادگی. ولی اینکه شما از دست خودتون ناراحت و ناراضی هستید، اون یه مسئله دیگری است که برمیگرده. اولا دوقلو بودنتون عاملشه، بعدم برمیگرده به بکن و نکن و باید و نبایدهایی که از کودکی داشتید و حالا از آنچه که هستید خوشحال و راضی نیستید. بنابراین فکر کنید باید یه چیز دیگه بشید. مثلا مثال عرض میکنم، به جایی که من دیپلم داشته باشم باید لیسانس داشته باشم، به جای لیسانس فوق لیسانس داشته باشم. ناراضیم. ولی نارضایتیتون مثل همه چیزهای دیگه که همه آدم ها دارن اونقدر ارزشش نداره که باشم برم 2 سال درس بخونم، 3 سال درس بخونم که تازه بشم فوق لیسانس. برام توی برخی از رشته‌ها هست که شما فوق لیسانس بگیرید نگیرید فرقی نمیکنه، برخی از رشته‌ها فرق میکنه. بنابراین آدم ها تو اون رشته ها دنبالش رو میگیرن، تو این رشته ها نه. به همینجاست که شما برید تو دانشگاه ها میبینید در برخی از دانشگاه ها آدم های اونور 40 سال دارن درس میخونن، برخی از دانشگاه ها آدم های حد اکثرش دیگه زیر 30 سال هن. چرا؟ برای که اون دیگه نمیارزه، ارزش رو نداره. من بسیار از اوقات مخصوصا تو امریکا، نمیدونم تا چند روزم نظرم درسته، دوستانی هستن رفتن مهندس شده، ولی اگر برم فوق لیسانس بگیرم و دکترا بگیرم بس اصلا فرقی نمیکنه، تازه اور کوالیفاید میشیم، بیکارم میشیم، پس نمیارزه. در حالی که در یه جامعه مانند ایران خیلی خیلی با توجه به عنوان و مدرک میارزی. بنابراین شما بی خودی از خودتون اینقدر ناراحت و ناراضی نباشید. این عدم رضایت خودتون از خودتون ناشی از اینه که در مغز شما پدر و مادر و دیگران نشستن و شما میگن کارت خوب نیست، رفتار درست نیست، این کار باید بیشتر میکردی، باید کمتر میخوابیدی، باید بیشتر درس میخوندی، حالا باید ورزش بکنی، چرا اون همه غذا خوردی، و اسم اینو گذاشتید درون من و ندای وجدان من که از هر بیوجدانی هم بیوجدانتره. به همجاست که در وجود ما یه سگ هاری هست و یا یه گرگ گرسنه‌ای هست که درست دشمنان ما رو پاره پوره میکنه و به کمک ما میاد، ولی به جون خود ما هم میفته. و به همین جهت است که تمام بحث حرمت نفس و سلف استیم به اینجا مرتبطه که من این سگ هار درونم رو به یه سگ کوچولو از این پاپویا تبدیلش بکنم که کوچولو باشه، کنارم باشه، کاری نداشته باشه، گاز نگیره، زحمت درست نکنه، تازه توجه مردم هم جلب کنه. من بارها عرض کردم ما برخیمون اگر کمربند اونو نبندیم خب زنگ میزنه متوجه میشیم میبندیم، اما بعضی اون دلمون میخواد که الان کمربند ببندیم دور گردنمون، در اتومبیل رو باز کنیم، خودمون رو پرت کنیم، یه 1 کیلومتر مثلا با سرعت 50 کیلومتر بریم تا آدم بشیم بفهمیم باید کمربند تو ببندیم. یعنی اینگونه نگاه به خودمون کنیم، در ارتباط با دیگران هم همینه.
یعنی من برخی از اوقات وقتی کسی اشتباهی میکنه ای بسا تا نمیدونم کجا میرم، ولی یه آدم هایی هستن که نه خب اشتباه کرد که کرد. بنابراین شما دست از سر خودتون بردارید، شما بیاید مقایسه بکنید ارزشش رو داره یا نه. من قرار ببینید، بذارید یه مثال براتون عرض کنم. شما فرض کنید برید یه چیزی بخرید یا یه چیزی بخرید بخورید، لذت ده داره، ولی اگر قراره برید یه کاری بکنید که 20 واحد رنج ببرید تا اون پول رو به دست بیارید که اینو برید بخرید، خب نباید این کارو بکنید. من 20 واحد رنج ببرم که 10 واحد بخوام لذت ببرم؟ نه، من فقط وقتی 10 واحد رنج ببرم 30 واحد لذت ببرم، میرم اون رنج رو میبرم برای که اون لذت رو ببرم. به همین است که ما دو نوع کار داریم، یکی آدمایی که در کار خودشون به نوعی پاداش هست و لذت هست و احساس خوب هست و حال خوب هست، در نتیجه با وجودی که کار میکنن رنج بسیار کمی میبرن، پاداش بسیار هم میگیرن چون خیلی کار رو بیشتر میتونن بکنن. من آدمای دیدم مثلا نوازنده هستن، ویولون میزنن، پیانو میزنن، تار میزنن، اصلا پیداست از این کار لذت میبرن. بنابراین اگر یه فرصت دو ساعت پیدا کنن میرن تو خونه تمرین میکنن که این کارو بکنن، در حالی که بسیاری از ما اگر بگیم بریم خونه درس بخونیم، نه، بیرون میمونیم بازی در میاریم، خونه نریم که مجبور نشیم درس بخونیم. چرا؟ برای که تو اون درس خوندن برای ما بسیاری از وقت رنج تو اون زدن تار یا ویولون نیست. باز به همین جهتی که من همیشه عرضم این بوده که بچه‌ها رو درس خون بار نیارید، یعنی ماجرای نمره و مدرسه و امتحان و اینا رو مطرح نکنید، چون معمولا بعد از این مدتی ول میکنن. بچه‌ها رو کتاب خون بار بیارید، یعنی فکر کنن خوندن کتاب لذت بخش، شادی آفرینه، چه خوبه اینم خوندم اونم میخوام بخونم، اصلا خوشحال باشم، این کارو میخوام بکنم. من خودم وقتی جوان بودم برخی از اوقات یه کتابی میگرفتم یا دنبالش بودم پیدا میکردم، الان موردش رو ذهنم ولی نمیخوام وارد بحثش بشم، من در به در دنبال کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه بودم که مختصرش رو دکتر هوشیار ترجمه کرده بود، ولی یه مقدمه 120 صفحه اولش نوشته بود که این یه قول عجیب و غریب ایرانی، اونم در مورد نیچه، اونم کتاب اراده معطوف به قدرت. من خاطرم از یه دوستی گفت من این کتاب رو پیدا کردم، التماسش کردم که من بده، خاطرم از رفتم ازش سر چهارراه پهلوی و تقریبا اینقدر یادمه، نزدیک اون سینما رادیو سیتی بود قرار فکر کنم گذاشتم، آمد، اسمش هم کوچکشون هم شمیم بود، کتاب من داد. من این کتاب رو توی پشت فرمون بودم گوشته بودم دست راست، اون موقع تازه دانشجو بودم، بعد به کتاب نگاه میکردم فقط حرف این بود که ما الان داریم میریم خونه من تو رو بخونم. چرا؟ برای که اون شور و اشتیاقی که برای خوندن این کتاب و حرفایی که شنیده بودم و علاقه‌ای که بعد از خوندن چنین گفت زرتشت نیچه به نیچه پیدا کردم. بعدم یه کسی که اگر 100 نفر متخصصین برجسته روانشناسی و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و بقیه رشته‌ها در ایران بودن و به اوجی رسیدن، اونایی که یه مقداری بیشتر از من بزرگتر بودن و یا استادان من بودن، به خاطر دکتر باقر هوشیار، محمد باقر هوشیار، یعنی اون بود که این نهضت رو در دانشگاه تهران فراهم کرده بود و اون شور و اشتیاق رو به وجود آورده بود. من خاطرم از دکتر امیر حسین آریانپور که به هر حال فرد برجسته آگاه بود، امکان نداشت سخنرانی بکنه بدون نام دکتر هوشیار، برای که بسیاری از استادان دیگه دودن واقعا هرچی داشتن از او بود و اون انگیزه میل رو درشون به وجود آورد. حالا منم دنبال کتابی بودم که درسته او نتونست، عمرش کفاف نداد که همه کتابو ترجمه کنه، برای 100 صفحه شو ترجمه کرد و 120 صفحه مقدمه خودش برش نوشته بود، مقدمه بر کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه. من خوشحال خوندن خالا، شما فکر کنید یه آدمی خوشحالی و شادی و لذتش در اینکه بره کتابی رو بخونه، یه آدمی تا کتابو نگاه می‌کنیم که ببینیم چند صفحه است، واه اینکه 300 صفحه است، اصلا حالش بد میشه. بنابراین مسئله اینه که من و شما در اینکه لذت و پاداشا و درد و رنجا کجاست دائما داریم مقایسه میکنیم. یکی زی صبح بلند میشه بره ورزش بکنه یا نکنه، یکی زی صبح بلند میشه بره سر کار یا نه، یکی زی بلند میشه درس بخونه یا نخونه، چی با چی مقایسه میکنیم؟ ما لذت و درد رو مقایسه میکنیم. بعد وقتی یه کاری میکنیم ما از انجام کارهای دیگه ممکنه محروم بشیم. شما که الان لطف کردید من تلفن کردید، شما نمیتونید کتاب بخونید، شما نمیتونید ورزش بکنید، شما باید حواستون در گفتگو با من باشه، شما خودتون از همه اینا محروم کردید. آیا ارزش رو داره؟ یعنی
تمام بحث همینه و مغز اصلا بر اساس لذت و درد کار میکنه عزیز. Pleasure and pain. یعنی این کامپیوتر که صفر رو نمیدونم یک داره، اینم فقط pleasure and pain داره. این که من در ارزیابی لذت و درد اشتباه میکنم، یه چیز رو بی خودی 5 برابر لذتشو بالا میبرم یا 10 برابر دردشو بیشتر میکنم، اون یه قصه دیگری است که وقتی باش روبرو میشم متوجه میشم. ولی در ذهن و خیالم راحتم. بسیاری از مردم میگن نه میرم درس میخونم، میرن دردش انقدر زیاده وسطش ول میکنه. یه ده میگن میرم ورزش میکنم و به این مقام یا به این جایگاه میرسم، یه مدتی یه هفته دو هفته سه هفته میرن درد و رنجش و محروم کردن خودشون از چیزهای دیگه ورزش رو ول میکنن، اما یه ده تا آخرش میرن. چرا؟ برای که این مقایسه مطرح، اینه که شما بی خودی خودتون رو به محاکم و دادگاه نکشید که نمیدونم این کار کردم اون کار. شما رفتید در ایران، اولا هم دوقلو بودید، خود اون همه چیز رو برای شما به مقدار زیادی به هم ریخته، چون هم پدر مادر مسئله داشتن، هم خود شما، هم پسر و دختر بودید. دوم، شما آمدید رفتید توی کاری به اسم پرستاری که این اینقدر بار فرهنگی داره، مسئله پزشکی هست، مسئله علمی هست، اما بار فرهنگی که در اونجاست در ارتباط با بیمار از یه طرف، اونم مسئله مرگ و زندگی، بعد با مسئولین بیمارستان از پزشک و بقیه همکاران گرفته که بازم درگیر مرگ و زندگی هن. اونم تازه با ساعتهای کارهای در حال تغییر و متفاوت، چون محیط بیمارستان یه محیط 24 ساعته است، مثل کارهای دیگه ادارات نیست که مردم 9 صبح بیان تا 5 بعد از ظهر بعد برن خونه شون. خب آدمایی که شب کار میکنن اصلا یه دنیای دیگری دارن وقتی این شیفت عوض میشه. مثلا شما در ایران به هر حال درگیر بودید، کار کردید، پاشونید اومدید توی کشوری که از یه جهاتی در زمینهای بسیار فرهنگی به عنوان کانتر کالچر یا فرهنگ متقابل با هم بسیار متفاوته. حالا مسئله زبان هست، مسئله فرهنگ هست، ظرافت ها و پیچیدگیاش هست، خب معلومه به هم میرسید. شما اصلا نصف آنچه که دانایی و توانایی تو بوده و راحتی و آرامشتون بوده همه رو از دست میدی، برای که همه جا گیر و گرفتارید. خب بعدن معلومه که شما هم که معلومه یه زمینه نارضایتی از خودتون داشتید، حالا بیشتر و بدتر هم میشه. ولی اینکه شما هی بخواید دنبال خودتون بگردید تو هویتتون رو پیدا کنید، تو شخصیتتون پیدا کنید، اصلا از نظر من معنی نداره. از یعنی چی هم چی پیدا کنم؟ شما مثلا اینکه بخواید بگید میگم کلسترول هم چقدر یا فشار خون هم خب اندازه. آیدازو یادم شما تو صحبتاتون یه بار گفتین که آدم با خودش میشینه تصمیم میگیره و موقعی که عاقلانه با خودش این تصمیم گرفته و این مسیر رو میره دیگه پاشت آخرش وای میشه. نه نه من حرفم این نیست، نه من حرفم این نیست، حرفم این است که هر وقت درباره موضوعی مهم میخوای تصمیم گیرید، یک از علم و عالم استفاده میکنه، چون علم و عالم تنانی شما اطلاعات و اینفورمیشن میکنه. برای شما میتونید استاد اقتصاد باشید، اطلاعات دانش باشید، نمیدونید باید خونه رو خرید یا فروخت. سوم مشورت میکنید. چهارم راجبش فکر میکنید. پنجم در زبانهای مختلف راجبش فکر میکنید. جنبه های متفاوت میبینید. صبح یا بعد از ظهر، وسط شب، نصف شب که بیدار شدید که مطمئن باشید از همه مغزتون اطلاعات رو گرفتید. بعد به این نتیجه میرسید که این تصمیم رو گرفتم و باید انجام بدم. جنبه های مثبت و منفی هم ندارن و درباره این میدونید. چیزایی که از دست میدید هم میدونید، چون شما میتونید برید سر کار ساعتی $10-$20 بگیری یا میتونید برید مدرسه ساعتی $10-$20 بپردازید. مهم اینه که بعد از 2 سال و 3 سال چی به دست میارید. به علاوه بسیاری از اوقات ما در این تعیین هدفها و اندازه‌گیری‌ها دچار اشتباه میشیم، وارد کار میشیم، ای بابا اینکه درد سرش 3 برابر بیشتره. بعدم متوجه میشیم که همچین لذت و پاداشی هم شاید نداشته باشه، یا حتی میرسیم کارو تموم میکنیم بعد میگیم همش این همه من زحمت کشتم برای این همه جون کنم برای این. اینقدر دوستانی پاشتن از ایران آمدن امریکا و استرالیا که بعد از یه مدت فکرم من 5 سال خواب امریکا و استرالیا رو میدیدم همین. خب اینا نشون دهنده این نیست که عیب و ایرادی دارن، نشون دهنده است که بر اساس یه مقدار علم و اطلاعاتی که داشتن، بر اساس احتیاجاتی که داشتن، بر اساس حالات و احساسات و عواطف و هیجانی که داشتن تصمیم گرفتن بیان استرالیا. حالا اومدن استرالیا میبینن اون علم و اعتقادی که داشتن که اینجا چیه اون نیست، اون نیازها و احتیاجات هم اصلا به اون صورت دیگه مطرح نیست، اون احساسات و عواطف و هیجاناتی هم که در ایران داشتن الان اینجا نیست، بنابراین پشیمون میشن من برای چی اومدم.
در حالی که اینا اشتباه نکردن. اگر دو مرتبه هم همون علم و اطلاعات و احساسات و نیاز رو داشت باشن همین اشتباه رو میکنن. ای بسا صد تا آدم دیگه هم همین اشتباه رو میکنن، ولی ما اینجوری به موضوع نگاه نمی کنیم. به همجاست که من عرضم این بوده که اصلا یه موضوع فوق العاده مهم در سلامت روانی و موفقیت برخورد درست با اشتباهه. از اشتباه باید آموخت، نه اینکه بهش آویخت. برای آموختن نه آویختن، و یا پشیمون و اظهار ناراحتی و بعدن تنبیه کردن خود. بعدم شما من میفرمایید که من 5 تا تصمیم گرفتم بعد وسطش عوض کردم. من الان حرفم به شما این است که یک، از این بعد این تصمیم ها رو با یه دقتی، با یه مشورت بیشتری، با درمیون گذاشتنی با آدمای دیگری انجام بدید، ضمناً برید سراغ کسی که فکر میکنید با تصمیم شما مخالفه. چون اگر شما بدونید 3 نفر موافقن که شما درس بخونید، برید باشون صحبت کنید، میگن خب برو درس بخون. شما باید برید سراغ اون کسی که فکر کنید احتمالا به شما میگه درس نخون، چون شما خودتون دلتون میخواد. برید نظر مختلف و مخالف رو بشنوید که بتونید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. به همین جد است که مسئله خیلی شناخته شده است عزیز. پروسه تصمیم گیری کاملا مشخصه که من و شما چی کار میتونیم بکنیم یا چی کار نمیتونیم بکنیم. ولی چیزی که شما میگید خیلی عادیه. اشکال کار این است که شما ای بسا بر اساس احساسات و هیجانات و باوراتون تصمیم گیرید، نه علم و عقل و واقعیت. بعد وقتی وارد عمل میشید با مشکلات و مسائل روبرو میشید، بعد حالا یه دفعه اون سگ درونی، اون گرگ درونی میفته به جونتون که وای بر تو، این چه تصمیمی بود، این چه کار احمقانه‌ای بود یا بدی بود که تو تصمیم گرفتید، حالا با خودتون مسئله. یعنی خودتون برای خودتون یه شخص خارجی، یه شی خارجی میشید که میخواید هر جور که ممکنه تنبیهش کنید تو تحقیرش کنید. بنابراین دنبال خودم میگردم و هم هویت پیدا کنم. شما خیلی ساده است، میخوای بری ورزش بکنی بیا برو، میخوای بری درس بخونی بیا برو. حالا هر کاری که میکنی دو تا مسئله است، لذت داره و درد داره. دوم، با تصمیم راجع به این موضوع از لذت و دردهای کارهای دیگه محروم میشی. شما که الان آمدید نمیتونید الان برید تو سینما، نمیتونید الان کتاب بخونید. خب اینا رو باید به حساب آورد. معمولا آدم‌ها به حساب نمیارن که منی که رفتم دانشگاه حالا دیگه دوستامو نمیتونم بگیرم، حالا دیگه مهمونی نمیتونم برم، تموم شد، من باید حواسم اینجا باشه. خب خود درس ممکنه برای من مسئله نباشه، دانشگاه نباشه، ولی اینکه من با دوستامو نبینم، مهمونی نرم، تلویزیون تماشا نکنم، اینو نمیخوام. مسئله خیلی ساده است و اصلا قرار نیست پیچیده‌اش کنید. تو بخواید برید سراغ کودکیتون و تحتون. خشم در ادامه این صحبتم خواستم خدمت شما بگم، من اولی که مهاجرت کردم خب اصلا این ایده رو نداشتم که برم توی زمینه رشته که توش درس خوندم اینجا کار بکنم، چون اصلا یه جورایی جرأتش رو نمی‌کردم، یعنی اعتماد به نفسش رو نداشتم. و رفتم جذب بازار کار آزاد شدم و اونجا هم داشتم کار می‌کردم و خوب بود. فقط چیزایی که منو به اینجا رسوند که باید این سختی رو بکشم و این تصمیم گرفتم به چند تا دلیل بود. یکیش این بود که وقتی که اون محیط کار خیلی کار سخت و سنگینی بود. دوم این که مثلا اگه کسی ازم میپرسید که شغل چیه خجالت میکشیدم که بگم که من دارم کار مثلا آزاد و توی بازار رو انجام میدم. بعد به مرور مثلا پسرم که رفت مدرسه ازم مثلا سوال میپرسید، میگفتم من نمیتونم به سوالاش جواب بدم، مثلا زبانم خوب نیست یا اصلا درک نمیکنم یا اصلا به هیچ هویت میگم ندارم. از اینجا آخه عزیزم شما که نمیتونی همچون نتیجه عجیب و غریب بکنید. شما اگر به عرض من توجه کردید که خوشبختانه نکردید، اینه که معلومه شغلا بعضیاشون باعث سرفرازی آدمه، افتخار آدمه، بعضی آدم ها خیلی باش راحت نیستن، بعضی ها اصلا دوست ندارن، پنهان میکنن. خب یه واقعیت، ولی به مسئله هویت و شخصیت اینا چه ارتباط داره؟ شما به گفته خودتون یه کاری رو میکردید، متوجه شدید که اینجا درگیر یه پیچ و تابایی است که این کار رو نمیشه کرد، پس بنابراین باید شغل و کارتون رو عوض کنید. بعد با شغل و کارتون رو که عوض کردید متوجه شدید که خب این چیزی نیست که بخواید بهش افتخار کنید و با سربلندی راجبش صحبت کنید. نظر شماست، ای بس، و اصلا هم نظر شما درست نیست. خب بنابراین تا اونجایی که ممکنه شغلتون رو نمیگید، پنهان میکنید، یه جوری حرف میزنید، بس اونم قبول.
بعد متوجه شدید که پسر شما میره مدرسه با موضوع ها مسائل و مواردی در زندگیش روبرو میشه که شما اصلا ازش خبر نداری، شما همچین مدرسه ای نرفتید، شما همچین مسائلی نداشتید، خب معلومه نمیتونید جواب بدید. خیلی عادیه. این که شما اگر میرفتید درس میخوندید، حالا 5% تو این زمینه بهتر شدید، ولی 95% بقیه چی؟ برای که شما مالید یه جایی که غریبه اید عزیز، شما راه میرفتید تو خیابون، آمدید تو استخر، به هویت و شخصیت شما چه ارتباط داره؟ شما ایرانی هستید در استرالیا، همطور که شما انگلیسیتون اونقدر خوب نیست یا ارتباطاتون، یا استرالیا هم تو ایران خوب نیست، ای با ایران نیست، یا واقعیت بیرونیست. ما بسیاری از افراد هستن که در ایران 20 سال 30 سال حتی استاد بودن، آمدن تو امریکا متوجه شدن به خاطر مسئله زبان و فرهنگ این رشته باید بومی باشی تا بتونی توش راحت باشی، پس برامی رفتن شغلشون عوض کرد. خب من الان دو تا راه دارم، یکی که به همون شغلی که دوست ندارم ادامه بدم که و این حسی که دارم خب هی تشدید میشه، خب واسه همین تصمیم گرفتم که راهی رو که برام سخت‌تر رو انتخاب کنم. یعنی سخت چی هست؟ راهی سخت‌تر چیه؟ خوندن. در چی بخواید بخونی؟ خوندن و دوباره توی همین رشته خودم یا بنابراین تا یه مقایسه است. شما ماجرای اهمیتی که به اعتبار شغل و کارتون میدید و ارزشی که براتون داره، دردی که داره، لذتی که داره، مقایسه میکنید با اینکه من برم درس بخونم و بعد از یه مدتی که درآمد نداشتم، هزینه داشتم، تونستم یه جایی پیدا کنم، برم سراغ کاری که قبلا انجام میدادم. ولی اگر رفتید اونجا متوجه شدید هنوز ایرانی بودنتون، زبانتون، آشنایی با فرهنگتون عیب و ایراد داره، دیگری اگر توی هفته دوتا اشتباه میکنه شما 20 اشتباه میکنید چی؟ از اونا گفتن شما رو نمیخوایم چی؟ چون ببین عزیز، باز به عرض من شما توجه نمیکنی، یه دنیای برای خودت ساختی، نمیخوام اسم ببرم. بسیاری فرض کنید شما الان بیاد به من اینجا بگی من اومدم در سن 30 سالگی 40 سالگی اینجا میخوام برم روانشناسی بخونم، میگم برید این رشته رو بخونید، ولی شما نمیتونید روان درمانگر امریکایی بشید. هیچ امریکایی نمیاد با کسی که تا 30 سال زبان انگلیسیش خوب نبوده، بلد نبوده، حالا با لهجه صحبت میکنه، بیاد بگه من زندگیم رو و مسائلم رو با این آدم در میون میذارم که من راهنمایی کنه چی کار کنم. برای شما فقط میتونید تو جامعه ایرانی مریض ببینید. به همین سادگی. به همین سادگی. علت جمعین است که شما باید بومی اینجا باشید، متعلق به این فرهنگ و جامعه باشید که برخی از رشته ها رو بتونید داشته. درست پس که یک کسی در امریکا بیاد فارسی یاد بگیره بعد بخواد بره ایران فارسی درس بده، خب به کی میخواد درس بده؟ یه بچه 8 ساله 10 ساله از او بیشتر فارسی بلده، در حالی که اینشون شاگرد اول بوده، دکترای زبان فارسی هم گرفته. یعنی چی کار کنید؟ همه زندگی همینه، بخرم یا نخرم. شما چرا فکر کنید چی کار کنم خیلی مشخصه عزیزم، شما اصلا نمیخواید گوش بدید. یه کاری، یه واحد رنج داره، یه واحد لذت، یه کار دیگه واحد رنج داره و لذت. شما الان حرفتون این است که من میخوام رنج نبرم و در این حالم حاضر نیستم برای یه کار دیگه رنج ببرم، تازه با ابهام و تردیدم روبرو بشم. خب بیخوری از خودتون توقع و انتظار دارید. باز برمیگره سر اون سگ و گرگی که تو وجودتون نشسته، شما رو همچنان محکوم و مجرم میشناسه و قصد پاره پوره کردن شما رو داره و شما اینو به جون خودتون افتادید. شما الان تمام گله و شکایتتون میتونه این باشه که از کاری که دارم میکنم باعث افتخارم نیست. قبول، اصلا از نظر شما نیست، گفتم از نظر دیگران هست، ولی اگه درآمدش خوب و کار ساده است و ازش لذت میبرید، چرا میخواید برید یه کاری که توش رنج ببرید ولی بعداً بتونید بهش افتخار کنید؟ بله، تمام آدمایی که برای شما قراره دور براتون دست بزنن به 20 نفر هم نمیرسن، که شما به خاطر 20 نفر که براتون دست بزنن میخواید وسط دستای اینا له بشید. به همچنین که تمام این مقایسه ها مطرحه، ولی چیزی که شما به من میگید، شما آدم خشمگین طلبکار ناراضی هستی، حداقل طلبکار ناراضی رو میدونم، ولی بیش از اونی که طلبکار ناراضی از دیگران باشید از خودتونید. یعنی این شمایید، به همین
که مسئله سازی. من گفتم بسیاری از مردم 90% آدم ها بزرگترین دشمنشون خودشونن نه دیگران. بسیاری از ما هیچ کس جرئت نداره یک ساعت شب ما رو بیخواب نگه داره. شما یه نفر بیاد شما رو یه شب ساعت 10-11 ببره بگه حق نداری بخوابی، شما احتمالاً به وکیل میگی برید شکایت کنید، برید بستا علیهش سو کنید یا به قول معروف علیهش داد خواه یا هرچی بفرستید. ولی بسیاری از آدم ها هستن که 30 سال هر شب 2-3 ساعت نمیذارن خودشون بخوابن. 30 ساله شما میرن میگیرن تو رخت خواب، خوابشون نمیبره، با خودشون میچرخن میپیچن، فکرای بد میکنن، ناراحت میشن، در حالی که یک کسی یه شب این برار سرشون بیاره میبرنش دادگاه. من 30 ساله این برار سر خودم آوردم. شما در به در مسئله تون اون عزیز، مشکل شما مسئله سلف استیم شماست، حرمت نفس شماست، قبول ندارید من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، این منم، همینم، قدم اینه، سنم اینه، رنگ چشمم اینه، دماغم اینه، پسرم اینه، مادرم اونه، دخترم اونه، همینی که هستم. شما از آنچه که هستید و دارید خجالت میکشید. نه. چه خجالتی؟ خب. اینو میدونم که خب. مشکل سلف استیم دارم، ولی خب در حالت نرمال بین مثلا اینکه یه آدمی یه تصمیم اینجوری بگیره با یه آدمی که داره کار رو دوست نره انجام بده، واقعیت اینه که تصمیم درست اینه که بره مثلا درس رو بخونه دیگه. نه نیست، اصلا نیست مقایسه هست. تمام آدم ها پس بی خودن که نمیرن درس بخونن. شما یه تصمیم دارید میگیرید، شما دارید حالا تازه برای بقیه هم دارید حکم صادر میکنید. هرگز فکر نمی کنید عزیزم شما نخواستید هنوز چی، مسئله مقایسه لذت و درده. برای شما اینقدر درس مهمه، خب برید بخونید، اینقدر لذت بخشه اینکه بگید من دوباره پرستارم در مقام واسه با کاری که میکنه، خب برید دنبالش. ولی از 100 تا آدم 90 تا نفر دیگه شاید این کارو نکنه. اینکه باید این کارو بکنه از کجا در اومد؟ این باید مال همون سگ و گرگ لعنتیه. شما هنوز نخواستید متوجه بشید مشکل شما اون ندای درون شماست که واقع بین نیست، عاقل نیست، مهربون نیست، منصف نیست. به همجاست که من میگم این قاضی درون شما، این دادگاه درون شما یه بیدادگاهیست با یه قاضی بیرحم، بیشرم، وحشتناکی که قصد تنبیه و تحقیر شما رو داره. و بسنه دقیقا همینه عزیزم. بزرگترین مسئله استرالیا، تمام کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا چیه؟ سلف استیم. تازه این مردمی که اینقدر مدعی هستند باید رسید به اینجایی که من خوبم، برای که تمام کوششم تو زندگیم بوده که خوب باشم. مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کار شما. کی حق داره به من میگه تو بدی؟ معلومه من خوبم. من 1000 تا کار عاقلانه کردم، 5 تا کار احمقانه کردم. من احمق نیستم. من 1000 تا کار خوب کردم، 10 تا کار بد کردم، آدم بدی نیستم. ولی شما اینجوری به موضوع نگاه نمی کنید. موضوع اول این که من خوبم، من خوبم. دوم به عنوان یه آدم در ارتباط با دیگران خواستنی و دوست داشتنی هم. نه اینکه منو همه دوست دارن، نه، یکی دو نفر میتونن با من دوست باشن، منم مواظب و مراقبم، دوستیشو نگه دارم. بعد از اون چی که هستم و دارم خجالت نمی کشم. من که دائما نمیام هی سنمو عوض کنم، قدمو عوض کنم، زندگیمو تغییر بدم برای که چیز دیگه باشه شغل و کارم رو. من به همین جهت که عرض کنم بسیاری از آدم‌ها هستن که از سنشون همیشه ناراضی هستن. 30 سالشون میگن 25، 40 سالشون میگن 32، 70 سالشون میگن 60. خب هیچ وقت از هیچ سنی راضی نبودن. توی که الان 70 سالت که میگی 60، 60 ساله راضی بودی؟ نه اونم نبود، ما بودی 51. خب این نارضایتی از درونه، به بیرون که ارتباطی نداره. خب قرار من از اون که هستم و دارم خجالت، این پسر منه، این فرزند منه، این خونه منه، این ماشین منه، این مادر منه، این پدر منه، این صدای منه، این سواد منه، این قد منه، همینی که هست. قرارم نیست الان مثلا ببخشید باشه صحبتتون الان خوخ، این دانش مثلا علم یه ارزش همیشه تو خانواده ما اصلا ول نمی کنید. خانم عزیز این ارزش در خانواده منه، خانواده بزرگ شما رو همون سگ درونی عجیبه. عزیز من علم ارزش داره، ولی من برم 50 سال درس بخونم که علم بیاموزم که چیکار کنم؟ ما اومدیم تو این دنیا مغزمون رو پر از کتاب کنیم. شما ول نمیدید، شما هنوز با یه مقدار ایده های ثابت میخواید زندگی کنید. هیچ کس هم نمیگه علم بده، ولی به اندازش عزیز.
من بچه هم حق نداشتن شنبه و یه شنبه درس بخونن. کتاب چرا درس نه؟ اومدن تو این دنیا زندگی کنن، نمیدن برن دانشگاه که. مگه در 500 سال قبل دانشگاه بوده مردم برن؟ آخه کی گفته در طبیعت درست شده که ما باید بریم دنبال علم؟ ما اومدیم اینجا دیدیم احتیاجاتی داریم، این احتیاجات رو باید برآورده کنیم، فهمیدیم با علم و آگاهی راحت‌تر میتونیم احتیاج رو برآورده کنیم، لذت بیشتری بریم، درد کمتری بریم، راهی رفتیم دانشگاه. شما فردا بیاد اعلان کنید که هر کسی که درس خونده لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست، حقوقش هیچ اضافه تر از یک کلاس ششمی نیست. 90% مردم درس نمی‌خونن. بنابراین من دوست دارم که خب درآمدم رو بیشتر کنم. خب بسیار عالی، همه دوست دارم. عزیز من چرا یه حرفایی میزنی که انگار چهار تا از هزار نفر دور برتون دیدی که بگی میخوام درآمدم رو کمتر کنم؟ خب میخوام ببری. عزیز من به من میگن میخوای 6 ساعت کار کنی، 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت. معلومه هر چی بیشتر کار کنم نه تنها پول بیشتری میدن، تازه اضافه کارم بهم میدن، ولی آدما میستن سر 8 ساعت، میستن سر 6 ساعت. یه کسی اصلا اینقدر سنش رفته بالا هم میگه 4 ساعت هم حاضر نیست کار بکنه، میام هفته فقط 10 ساعت کار میکنم. شما که نمیدونید بعد کاری که انجام میدم، ساعت کاریم با این نوع کاری که دارم خیلی پایینه، ولی اگه بخوام مثلا توی مسیر دیگه برم، خب میتونم با ساعت کمتر درآمد بیشتر به دست بیارم. برای همینه که مردم میرن دنبال درس، برای که فکر کنن این کاری که بکنن بعدش هست. بنابراین شما من بگید که یه آدم ای بره لیسانس و لیسانس دکترا بگیره در عمرش برنده است، یا اینکه از دیپلم بره دنبال پول؟ حتما اینکه بره مدرک بگیره. ولی آیا شما در این سن و سال با داشتن همسر و فرزند در یک کشور غریبه با یه زبان خارج حال بخواید بری درس بخونید؟ خب بری بخون، کسی جلوتون رو نگرفته. ولی واقع بینانه به موضوع نگاه کنید که آیا رنجی که میبرید لذت به دنبال داره یا نداره. با درست و غلط درس خوندن که کسی بحث نمی کنه، همه میگن خوندن درس خوب. شما به هر کی بگید میخوام ورزش کنم میگن عالیه، کتاب بخونم عالیه، دانشگاه برم عالیه. ولی چرا پس بقیه مردم نمیرن؟ ولش که مقایسه میکنن. از شما نمیخواد این مقایسه درد و رنج بکنی، یه مقدار فیکس آیدیا تو ذهنتونه که کارهای باید کرد. نه باید نیست، بهتره مشروط بر اینکه مناسب باشه. تمام عرض من همیشه تو کنفرانس ها این بوده، کار درست و خوب و مناسب. کارا به صرف درست بودن و خوب بودن معناش نیست که باید انجام بشن. مناسب من هست یا نیست؟ کار درست و خوب و مناسب. یه سنی میرید ورزشی اگر سنگین باشه میتونه خوردتون کنه. ورزش خیلی خوبه. شما الان نگاه کنین کسایی که ورزشکارای بزرگ امریکا هستن، مثلا تو فوتبال امریکایی، بعد از 60 سال نصفشون میتونن راه برن، برای که آنچنان آسیب به بدنشون زدن به خاطر اون ورزش که حالا نمیتونن راه برن. ولی خب یه زمانی قهرمان ورزشی هم بوده. حساب و کتاب دنیا داره، همینجوری که با مطلقا و صفر و صد که نمیشه زندگی کرد. شما یه چیزی میگید میخوام، خب بعد میگن این راه رو باید برید، بعد این راه رو نمیخواید برید، یا فکر کنید ارزش نداره، خب نرید. دی حسرتشو که آدم نمیتونه بخوره. من یه احساس کردم که این هدفی که دارم نسبت به این توانی که در خودم میبینم تناسب نداره. خب نداره که نداره، معلومه نداره. عجیبه عزیز، شما اصلا نمیخواید با واقعیت کار داشته باشی، شما باید در یه دنیای رویایی خیالی به خاطر دو قلو بودنتون در حرکت میکنی. عزیزم همه ما میتونیم همه کارهای خوب رو بکنیم، همه آدما میتونن بیشتر کار بکنن، ولی مردم نمیکنن، یه جا میستن. یه ده 20 ساعت کار میکنن، یه ده 30 ساعت، یه ده 50 ساعت، یه ده 60 ساعت، یه ده در یه دوره خاصی 60 ساعت کار میکنن، کارشون تموم بشه بعد میرن میشینن 30 ساعت کار میکنن. اینجوری که شما میگی تمام آدم ها تا آخر عمر تا ببرنشون تو قبرستون باید برن کار بکنن که پول در بیارن. مثلا چرا آدم ها پس بازنشسته میشن؟ میشینن تو خونه هیچ کاری نمیکنن، فقط خرج میکنن؟ برای که یه مقایسه هست. بنابراین شما مشکلتون مسئله سلف استیم رو اون کار بکنید از شما، و بعدم این بایدا و نبایدا رو از ذهنتون بیرون کنید. که تازه کسی هم نگفته بایدا باید نیستن، برخی از اوقات بهتر هست اصلا بایدن. ولی یادتون باشه تناسب عزیز، تناسب درست خوب متناسبه. برخی از کارها درست و خوبه ولی مناسب نیست.
به درد من تو این سن و سال نمیخوره، با شرایط من سازگاری نه.